فرشاد رضایی کیه؟ من. بیا بیرون. دیدمش که طرف راست بگو اسمش فرشاده. سر به سرش نزه با اون دوتا هیکل تو رو داره میزنه دت پارت میکنه. چند درد سر اینجا داری؟ این هیکلا بی خیالی تا بخار نداره. اما گفتم خود دانی با که اینا واهمه ای نداری بابا دل خوشی داری تو هم. این آدم نیستم که آدم به ترسن اینا. اسم فرشاد رضایی، متولد 1326. فقط چیزی که ازت پرسیده میشه جواب بده. سابقه داری؟ مگه ازم انگشت نگاری نکردی؟ خب بفرستید تشخیص هویت معلوم میشه. ولی من میخوام که خودت بگی. اگر از من میپرسی میگم نه. آدرس؟ محل کار یا خونه؟ هر دوش. محل کارم تو خیابوناست، مسافرکشی. آقایی که شما باشین گاهی وقتا معامله اتومبیل میکنم. آدرس خونم هم یه جای طرفای پامناره، تو کوچه پس کوچه ها. چجوری واسهتون بگم؟ کوچه پس کوچه هاش اینقدر هست که نمیدونم چجوری آدرس بهتون بدم. یعنی باید خودم ببرم نشونتون بدم. خیلی حرف میزنی. افراد تا تکفل. خوشبختانه نه زن دارم نه بچه نه بابا نه ننه، بی کس و کارم. مگه میشه؟ بی باته نشنیدی. سرکار آقا رو ببر اتاق جناب سرهنگ. پرونده دارم بهت خدمت جناب سرهنگ. ببخشید. بیا توی باش سنجی. باش باش. سلام. شیرین زبونم که هستی؟ نه جونه جناب سرهنگ، واقعیت رو گفتیم. کارت ماشینم نداری درسته؟ واسه این که ماشین مال من نیست. ما دم نمایشگاه گفتیم یه دوری بهش بزنیم که اینطوری شد. نه محضری رفتیم نه چیزی. چشم، محضر میریم کارتش هم میاریم و تخم چیشم میزیم خدمتتون. خوبه؟ مدب به ایست درستم صحبت کن. حالا میزنی و فرار میکنی؟ نگفتی اگه طرف مرده بود این یه قتل عمد محسوب میشد؟ بلا نسبت شما جناب سرهنگ خلاف ادبه. آدم یه موقع خر میشه. حالا حالش چطوره؟ حالش خوبه، از بیمارستانم مرخص شده ولی متاسفانه از تو شکایتی نداره. بابا دمتون گرم جناب سرهنگ. چرا متاسفانه؟ برای اینکه بهانه‌ای برای ادب کردن تو دست نداری. پس ما دیگه میتونیم رفع زحمت کنیم، بله؟ کاملا نه، چون صاحب ماشینی رو که بهش زدی ازت شاکیه. آدم سفتی هم هست، فکر نمی کنم به این مفتی ها دست سرت برداره. سفتشو میدونم واسه چیه. پول میخواد، باکی نیست، بهش میدیم. خیلی خوب، پس بگو یکی برات بیاره. جناب سرهنگ، خدمتتون که عرض کردم من بی کس و کارم، بچه شهرستانم. از اینجا که برم بیرون میبرمش پلوی صافکار مشتی حسابی ماشینشو درست کنه. خوبه؟ آقا جون چی رو میدی صافکاری؟ ماشین مدل بالاست، مگه از ایناست که ببری سر خیابون چهار چکش بزنی ماشین صاف بشه؟ شما بفرمایید جناب سرهنگ، هر کاری شما بگید من همون کارو میکنم. بیرون نشسته، برو باش صحبت کن، یه جوری رضایتشو جلب کن. هرچند که من بدم نمیاد یه مقدار اذیتت بکنه تا آدم بشی.
بابا دمتون گرم جناب سرهنگ. سرکار ببرش پیش حساب ماشین. بفرم. باشه من خودم میام. بفرم شما. بفرم خوب خوب بود. بفرم. ولی ما فکر یه چیزی رو نکرده بودیم. چه چیزی رو؟ اگه صاحب ماشین برگرده و بگه اونا از من خواستن که من رضایت بدم، میدونی چه اتفاقی میفته جناب سرهنگ؟ من براش به اندازه کافی توضیح دادم، فکر میکنم توجیه باشه. ولی فکر میکنم خوب توجیه نشده که تصورش بر اینه که قصد ما حمایت از اون پسر است. سلام. از جمالت پیداست که خیلی آقایی. حاشیه نرو، حرفتو بزن. جواب سلامون ندادید، دلمون گرفت، پاک کلامم یادمون رفت. خب علیک سلام، حرفتو بزن. میگم بیایید آقایی کنید، ما رو از اینجا ببرید بیرون. دنیای قدام بزرگ نیست، لوتیگری و مردونگی هم بی جواب نمیمونه. از بابت ماشینتونم خیالتون تخت تخت باشه. فردا صبح اول وقت میبرنش پروی صافکار درجه یک، همچی واسه تون درست کنه که از کمپانیش هم بهتر بشه. ها ببخشید جناب سرهنگ، یه اظهارتون کرد. بله چی بده گفت بیای تو؟ اومدم بهتون بگم جناب سرهنگ، دمتون گرم. صداش کردید بهش بگید رضایت نده. برو بیرون باش، بعدن آقا رو بفرستم بیاد پلوت. چشم چشم. سرکار مواظبش باش نزدیک در نیاد. اطاعت کن. همینجا وایسا، بالا هم نیا. خیلی خواب. متوجه عرایز بنده شدی؟ بله، من متوجه هستم. باور کن که مسئله خسارت تنها نیست. ماشینی که زیر پام انداختم، وجودش هم دارم که یک روز از بین بره. ولی این بشر پسته، رزه. برای اینکه میخواست این بنده خدایی که زخمی شده بذاره دره. ولی بنده خیال دارم اذیتش کنم تا ریال آخرم خسارت ازش میگیرم، مگر اینکه شما نذارید. اون موقع هم که دیگه کار از دستم ساخته نیست. من سرهنگ محمدی هستم، از آشناییتونم خوشحالم. بنده هم همینطور. میخواستم خدمتتون عرض کنم که دقیقا حق با شماست، ولی مقصر ما هستیم که اونطوری که باید شما رو توجیه نکردی. این فردی که شما میبینید شاید خیلی پستر و کثیف‌تر از اون چیزی باشه که شما میگید، ولی الان ما به خاطر امر خیلی مهم در خدمت شما هستیم. ببین اگه حرفی داری بزن، میخوام برم. چی بگم وقتی جناب سرهنگ پرت کرده؟ حداقل به ماشینم 1,000,000 تومان خسارت خورده. 1,000,000 تومان؟ برو مشتی، برو. من با 10,000 تومان همچین ماشین رو صاف صاف میکنم که خود کمپانیش انگوش به دهن حیرون بمونه. 1,000,000 تومان؟ خداحافظ شما، بر رفتم. حالا میخوای چی کار کنی؟ هیچ، باش فردا یه فکر راحت میکنم.
عجب آدم ناتویی. کجا؟ از دشگاه. اینه خب میام بابا میام ببرم. چی شد؟ چی کارت داشتم؟ آدم بی خودیه، خودشو مظلوم نشون میده ولی خیلی بی معرفته. کی؟ این سرهنگه رئیس پاسگاهه. داشتم این طرف و ساب ماشینه رو خامش میکردم، یهو صداش زد و بردش تو اتاق. نمیدونم چی در گوشش خون که حتی وای نزد یه کلمه به من حرف بزنه. ای بابا های من آزاد جان من تو برم خلافت شما خدافت شما خدافت شما خاش باشه. میگم پس با این حساب خدا به دادمون برسه. تو اگر کارت جعلی باشه کارت ساخته است. حالا من طرفم بدک و پوزه ولی یه جوری رازیش میکنم و حال این سرهنگه رو میگیرم. رفیقمون باز داره که کورکوری میخونه. ولش کن بابا، دل خوشی داره. نوبت شما هم میرسه داداش، شب درازه. رفتی تو فکر؟ دلم شروع میزنه. کارت جعلیه. سلام داوود آقا. سلام زن خانم، خوش اومدین، بفرمایید. خیلی ممنون، مزاحمتون شدم چون جمشید قرار بود زنگ بزنه. هنوز که زنگ نزده. نه خیر، زنگ نزده. بفرمایید بشینید، زنگ میزنم. خیلی ممنون. دیگه مزاحمتون نمیشم. من اینجا گویلا رو نگاه میکنم تا جمشید زنگ بزنه. خواهش میکنم، بفرمایید. بفرم. سلام دفر. سلام. صبح خیر. صبح خیر. چی شد؟ هنوز احسارشو نکردی؟ نه، منتظر شما بودم. پس شروع کن. هر دوشونو احسار کن. اول کلانی آزاد میکنیم، بعد فرشاد. آی حسینی، هر دو متهمو بیاریم بالا. صبحشون اومدی؟ آره، بیرونش. الان میارنشون. سیاوش کرمی با فرشاد رضایی، بیا میرون. مشتی چیم؟ احضار شده. بالاخره یادم ها افتادم.
سرکار پم ما چی؟ رابطت رسید صدات میکنم. تو پلک نداری دره؟ داری میاد میبرد برو مرد. شما سیاوش کرمی هستی؟ بله قربان. این کارت مال شماست؟ بله. خوشبختانه فرستادیم برای تایید. تقلبی نبود. قربون شما. عرض کنم پس میخواستیم فقط یه شب مهمون شما باشیم. دست شما در نکنه. ما خدمت مأمورتون عرض کرده بودیم که قربان این اصله. اگه زامن داشتیم مجبور نبود یه شب اینجا بمونیم. حالا ما زدیم. این کارت؟ بفرمه. یعنی تمام؟ بفرمه. با اجازه. خداحافظ شما. من بیرون منتظرت میمونم. اگه اومدی که چه بهتر. اگرم نه از همینجا قربانت. خب جناب، بالاخره چه تصمیمی گرفتین؟ بفرستمش دادسرا؟ خسارت میخواین؟ رضایت میدین؟ هر کاری میکنین، لطفا سریعتر تصمیم بگیرین. خدمتتون عرض کنم، خداوند الحمدلله نفسی به من عطا کردن که پول غرامت از گلوبنده پایین نمیره. قصدم فقط ادب این آقا بوده. فکر میکنم با یک شب زندان خوابیدن برایش کافی بوده. روی همین حساب مسئله نیست. من رضایت میدم، شکایتی ندارم. بسیار خوب، انشالله که ایشون بزرگواری شما رو درک کنن. ولی آقای فرشاد خان با شما. این بار شانس یارت بود، ولی دفعه بعد دیگه ممکنه چنین شانس رو نگیری. ببخشید جناب سرهنگ، طوری فرمایش میکنید که مثل قرار ما همیشه جا لحاف بندازه. اون دیگه بستگی به خودت و رفتارت داره. بیا اینجا، اینجا رو امضا کن. اینجا. بفهمید بیرون. برای خروج لطفا. بیا. ممنون. بفهم. خدا. خدا. بابا جان. خیلی باحالی. فکر نمی‌کردم مدت بازی. دلم خواست اونجا بودی یا قیافه سرهنگه رو وقتی که طرف میخواست رضایت بده میدیدی. اصلا به قیافه طرف نمیمد که میخواد رضایت بده، یعنی به گروه خونش نمیخواد. شانس آوردی ها. آره. حالا ماشینه چی شد؟ هیچی، سرهنگه گفتش که کارتشو بیار بعد ببرش. بابا اینجا خیلی بی حساب کتابه، آدم بی خودی ازشون میترسه. چطور؟ همینطوری دیگه. اولا
اصلا استعلام نکردن ماشین من چی هست و چی نیست، بعدش هم نفهمیدن من خلاف دارم خلاف ندارم. از اون گذشته اصلا معلوم نیست اون طرف بابا که ما با ماشین زدیم چی شده، مرده، زنده، هتل، بیمارستان. این دفعه رو قصر در رفتی. راستی تو که کارت جعلی نبود واسه چی میترسیدی؟ صحبت ترس و این حرفا نیست. میدونه اینا ای بخوام با آدم گیر بدن هم هر را رفتن آدم هم ایراد میگیرن. من هم که قرمش برم سراپا خلافم. حالا کجا میخوای بری؟ نمیدونم، شاید برم یک مسافرخونه چیزی تو لاله‌زاری جایی. تو چی؟ تو کجا میری؟ من الان گشنمه، میخوام برم. اصلا چطوره با هم بریم یه غذای چیزی با هم بخوریم بعدم خداحافظ شما؟ تو از یه طرف هم از یه طرف هم خوبه، بیا بریم. باشه. میگم اگر دوست داری میتونی امشب یه خونه من ببونی. نه قربون شما، مزاحمت نمیشم. مزاحمت نمیشم چیه؟ لفظ قلم حرف میزنی بابا. من تنها زندگی میکنم، از هفت دولتم آزادم. بالتون رو لنگه خودمی. آره ولی باورت نمیشه خونم کجا. نکنه تو محله اما بهترونه. آره یا نه، میای یا نه، ببینیم چی میشه. هر چی پیش آید خودم حساب میکنم. نه آقا حساب شد. آقا قربونی دو خدا فرز قربونی. گفتم آقای باز بود اگه شما آدرس میخواید باید خودم ببرم اتون، باورش نشد. من میخواست بیاد اینجا. آره اگه اومده گم میشد. راست جو بخواید منم اینجا گم میشم. نکی پس ما چی هستی؟ تو گندریم آقا فرشادت هست. مخفی ها درست کردیم. نه جیمز بانده. بفرما بفرما درو به من. بفرما بفرما خوش اومدی. بفرما خوش اومدی خوش اومدی. بفرما بفرما. ببینم تو اینجا زندگی میکنی؟ آره مگه چشه؟ اینجا از صد تا قصر هم بهتره آقا سیاه. آره تو بمیره اینه اون کاخ صابقرانی هست. قامت تو اگر اونجا کاخ صاحب قرانی است، اینجا کوخ فرشاد قرانی است. مگه چشه؟ جسارت هم ولی این سگدونی میمونه. دست شما درد نکنه، خود ما هم سگیم دیگه. داشتیم آقا سیاه. معذرت میخوام، منظور بدی نداشتم. دلخور نشو. میدونه چیه؟ آدم های هستن اینه هم من که از صبح تا شب مثل سگ کتک خورده لوکه میزنم. ولی فرق من با اونا میدونی چیه؟ اینجا مال خودمه. جون تو بگو تو بمیری. تو بمیری. قوالش هم داری؟ قواله حواله قوالش هم دارم. به ریختت میاد. حالا بفرما داخل که به قول شاعر گرانمایه در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست. بفرما بفرما. راستش خیلی تو ذوقم خورد. واسه چی؟ ما رو باشه خیال میکردیم یه رفیق پولدار مولدار گیر آوردیم و حسابی چطور گوش با میکنیم. بعد وقتی اینه که منم همچی فکر میکردم، وقتی تو رو دیدم با خودم گفتم جانمی جان یه بچه پولدار خورد تو تورم، الانه هست که میزنم تو خان. نگفتدم تو جان. حالا چی میشه؟ هیچی، شانس رو وقتی قسمت میکنن من و تو تایی صفی. میگه کور کور رو پیدا میکنه چی؟ آب گندیده گودالا. گودالا. بلند شو بیا بشین که برات یه چای مشتی درست کنم. بفرمایید.
وقتی به دنیا اومدم ننم مرد، آقا منو فرستاد پیش بیبی. 6 سالم که شد آقام توی چاقو کشی عمرش داد به شما، هرچی خاکش عمر شما باشه. مرد مشتی بود، یکو تنها شدم، زدم اومدم تهرون، همه کار کردم، توی چاپخونه رفتم واسلم کار کردم، پول کم میداد زدم بیرون، رفتم چهارراه استانبول توی عکاسی، روزی 2 تومن بیشتر نمیداد ولی روزی 10 تومن کش میرفتم، هی کش رفتم کش رفتم کش رفتم تا یه روز فهمیدم با اردنگی انداختم بیرون. اون وقت اومدم و پلاس شدم تو لاله‌زار، یه مدتی تو سینما نظافتچی بودم، یه مدتی دم تئاترا کار میکردم و جار میزدم. ای بفرما بفرما. تصنیفم میفروختم. تا صدا یه شاقلام سیاهی بود، این هوا هیکلش، عاشق لاتبازیاش شدم، دل دوزی میکرد و از قمارخونه ها تلکه میگرفت. جون تو آقا سیاه وقتی تو کوچه بلن را میرفت همه جذبش میشدن، ما آقا شدیم نوچه آقا، چاقو زامندار گذاشتیم تو جیبونو، یه کتی را رفتی تک 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 تک. خلاصه درد سرت ندم، زد و انقلاب شد و گلوم سیاه رو گرفتن و ما پرت و پلا شدیم. همون موقع گفتن بیبی اومده دنبالت، ما بیبی رو پیدا کردیم و با بیبی زدیم رفتیم ولایت. پیر بود و قرقرو مریض، انقدر بالا سرش وایستدم و نشستم تا مرد. دوباره برگشتیم تهرون، کار کردیم کار کردیم، پلکیدیم 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 تا شدیم اینه که میبینی. سر نشن قربون دستت. خب این بود آینه زندگی ما من بابا آشنایی. آقا سیاه من تو تهرون خیلی زندگی کردم، همه ی لات و لوتای تهرونم میشناسم، با همه شونم دمخور بودم، ولی اسمی نشانی از تو ندیدم، کجا بودی؟ خب ماما این دورو برا میپلکیدیم دیگه. خیلی تو دار حرف میزنی، بگو دیگه. راستشو بخوای آقا فرشاد، من اون وقتا توی کازینو کار میکردم، اولش شوفر بودم، بعضی شبها هم وای میسادم جلوی در و این جیگور گشنهام و لاتلوتا که میخواستم بیا اونجا بساطه با هم بریزن و شلوغ بازی در بیارن، یکی یه بادنجان زیر چشاشون میکاشنم و با اردنگی میفرستادم ایشون بیرون. بعد این آقا فیلیپ خیلی از کار من خوشش اومد. این آقا فیلیپ رئیس کازینو بود. آها بس انگلیسی هم بلدی؟ Yes, come on yo. A little bit. چی؟ A little bit. این آقا فلیپه تو کارش 7 خط روزگار بود. میدونی یکی از شگردش چی بود؟ نامه‌های دربار رو جعل میکرد، یعنی اینقدر تمیز این کار انجام میداد که اگه خودش شام میمد این نامه‌ها رو میدید گولش رو میخورد. نه بابا جونتو. بعد خب ما هم وردستش تیزکاری کردیم و شگردهای کارش یاد گرفتیم، تا یه مدتی هم اوضاع بدک نبود، زد و این آقا فلیپه رفت و ما به کسو کار شدیم. حالا هم با همون شگردو اگر گهگدار یه مشتری چیزی به تورمون بخورم، نون همون روزا رو میخوریم. میگم آقا سیاه بگو، یه سوال دارم. چیه؟ اون کارته راست راستی جعلی بود. بخوای راستشو بدونیم، آره جعلیم. میشه یه بار دیگه ببینمش؟ چرا نمیشه؟ افرم یعنی این راستوسی جعلیه؟ کی میگه جعلیه؟ اصله، من نهیدی سرهنگم گفت اصله. بابا دمت خیلی گرمه. اتفاقا منم یه رفیق دارم تو کار جعل و اسناد اینجور چیزا هست، با اینکه معتاده ولی کارش یک صده، حرف نداره، 20 20. باریکلا چی جعل میکنه؟ وا
والا بستگی به کارش داره و موقعیتش چه پیش بیاد. اگر یه وقت بخوان جنسی، سرقتی، کسی چیزی رو خارج از کشور بفرستن، کار جلسنادش با اونه. آها. خب اینا کی هستن؟ کجا هستن؟ میگم هیچی علکی خیلی داریم با هم قاطی میشیم و راز رمزای هم دیگری میرسیم رو داریا. اشکالی داره؟ نه اشکال که نداره. ولی میدونی همیشه یه آدم های هستن که اینا زنبور دم گوش من وزوز میکنن های فرشاد با یه میختویله زبونت بکوف به تاق دهنت حالیته. ولی اشکالی نداره، همین جوری علکی ازت خوشم اومده. واسه چی علکی؟ علکی که نه، اخلاقت که عالیه، کردارت هم که درسته، قلم سیاه یادت میاد گفتم کردارت عینه اونه، قدش هم یه هوا اندازه خود تو بود، این هوا جیگر داشت اما دلش یغزه بود اندازه یه ارزم. داری چوبکاری میکنی آقا فرشاد؟ ببینم بالاخره نگفتی اینا کیان، کجان، چیکار میکنن؟ هی ما اونجا میپلکیم، اونا کارشون درسته، برنامه ریزی هاشون رو سرقت هایی هست که اگه وسط بگم مغزت سوت میکشه. خب پس قبل از اینکه مغزمو سوت بکشه بگوینیم کجا هستن اینا؟ 100 نفر هستن و 1 نفرم نیستن. چجوری وسط بگم؟ عین اون 1000 پا میمونن که اگه بخواد بفهمی دستش کجاست، پاش کجاست، گیچگاه تاپ ور میداره. تو هم برای اونا کار میکنی؟ واسه آدماشون. بابا ول کن، اگه بفهمن که من اینجوری نشستم سفره دلم واسه تو باز کردم پوستم قلفتی میکنن. ببینم پول خوبم میگیری یا نه. آورد. میگم بچه کجایی؟ راستش مهاجرم. مهاجری؟ ولی بزرگ شده مولویم. اما این روزا دیگه هر جا که باشم بچه همونجا. دمت گرم. پاشو بگیریم بخوابیم که یواش یواش عرعر خروس ها الان در میاد. بلند شو. رخت خوابه رو بنداز، من اومدم. سیا سمارک اون تو چی کار میکرده؟ داشتم دنبال یه خرت پرتایی برای صابونه میگشتم. اشکالی داره؟ بیدار شدی؟ عادت ندارم زیاد بخوابم. من میرم بیرون و میام، منتظرم باش. کجا میخوای بری؟ کار دارم، چند روز رفیقامو ندیدم.
میگم فرشا جون نمیدونی با این رفیقات یک گفتی بزنی یک کاری هم واسه ما دست پا کنن بر دست خودت مشغول شیم. اونا کسی رو تو خودشون راه نمیدن یعنی به کسی اعتماد ندارن. حالا تو یه صحبتی باشون بکنم با شادم قبول کردم باشه ولی قولی بهت نمیدم دست ببینم درنه. چی میشه دست دردن کاری نداری؟ نه منم شاید برم واسه نهار یه چیزای جور کنم و بیام. نمیخواد بری همه چی تو خونه هست. من میخوام در از بیرون قفل کنم. قفل کنی؟ واسه چی؟ مگه اسیر آوردی؟ میترسم آل بیاد ببرتت. چته تو؟ سگرماتو بکن چرا بد اخلاقی سر صبحی؟ چشم رو تو بیدار شده. پس برو که بختت بلند میشه. بیمزه خداحافظ. فرشاد اگه بخوای منو قوال بذاری درم میشکنم و میام بیرون. ها سند 12 مرکز بفرمایید. من مصدق باشی که سند 1 در موقعیت ما هست. اگه پیام خاصی داری بفرمایید. بله ضمن عرض سلام و روز بخیر من همکنون در تقریب شخص مورد نظر هستم که بعضی قبل از منزل خارج شده. میخواستم از مورد یک کس تقریب کنم. بشومه این جام سرگرد کجاست؟ سند 12 بله مرکز اعلام میکنن جام سرگرد در رؤیت شما هست یا خیر؟ ایشون ظاهرا در منزل باقی موندن. بسیار خوب چند از به گوش بشین. بگید با اطلاعات کامل تعقیب و ادامه بدم و در ضمن یکی از بچه‌ها به جناب سرگرد نزدیک بشه و ازش اطلاع جمع کنم. سند 12 بله بله اعلام میکنم با اطلاعات کامل به تعقیب خود ادامه بدید و جهت به دست آوردن اطلاعات ضمن رعایت کلی موارد به سرگرد نزدیک بشین و اطلاعات رو کسب کنید. دریافت کردید؟ بله دریافت شد. تشکرتان. موفق باشید. سرهنگ میخواست ببینه موقعیت گروه در چالیه. برو ببین سرگرد اطلاعی داره یا نه.
سلام جمسر. احوال چطوره عبادی؟ چه خبر؟ آقا رضا، جمسر همین میخواستم بدم برای تو موردی پیش نیومده؟ نه، تا اینجا که مشکلی پیش نیومده. شما کل منطقه در نظر دارید؟ خیلی دورور آفتابی نشیم. کی رفت دنبال فرشاد؟ جمسر من عباسی. آه عباسی رفت. خیلی خوب، بهتره شما اینجا برید. اگه موردی پیش اومد من خودم خبر میدم. خدا حافظ. میا این دیگه چیه؟ پول دیگه کمه. چوشو کمه؟ سی دو قدم را بابا بیشتر که نایمده. بیا ای بابا برو به سلامت. برو فرشادم. سلام. سند 12 پیمی هست بفرمایید. مرکز یادش بفرمایید سعادت آباد خیابان 26 پلاک 8 مورد اول داخل اینجا شد. دستور چیه؟ بله شما منظر رو تحت نظر داشته باشید در صورتی که مورد خاصی رو مشاهده کردید با مرکز تماس بگیرید. بله موفق باشید. خسته نباشید. به گوش بشید. خسته نباشید ستوان. یه حکم سریع برای این آدرسی که بهتون میدم، هم برای شنود تلفنش هم برای بازرسی از منزلش. یادداشت بکنید آدرس رو. بله سعادت آباد. بله فرشته جان سلام. سلام زری جون بیا تو. مرسی من نمیام تو، اگه ممکنه تو یه دقیقه بیا. نه بابا چی داری میگی؟ بیا بالا بیا فرشته.